هللویا 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 زنانی سپاس خدا نمایسه مسیح شاه جلال خالق آسمان و زمین را که بازم فرصت را فراهم کرد تا من و شما خوبان یک بار دیگه بازم نام قدوس خدا نمایسه مسیح شاه جلال را با هم جلال دیم. از آن من داود نصرا همسایه شما خوبان هستم. ما از طریق تلویزیون تیوی خونسور یا تیوی ویژن سویدن مهمان خانه های شما خوبان هستیم. در واقع ما نیستیم که مهمان خانه های شما هستیم. از آن خداوند مایسه مسیح شاه جلال خالق آسمان و زمین، خالق زیبایی ها، نور در خانه شما مهمان است، نور در قلب شما مهمان است. خداوند مایسه مسیح شاه جلال که زیبایی ها را آفرید و خداوند مایسه مسیح شاه جلال که چشمان من و شما را آفرید و این زیبایی ها را آفرید و چشمان دیدگان من و شما را آفرید تا ما این زیبایی را ببینیم. خالق این زیبایی که اسمش عیسی هست در خانه شما مهمان است. از چی مهمان، چه خدای، چه عظمتی، چه عشق، چه فروتنی. اصلا فروتنی خداوند عیسی مسیح شاه جلال هست که ما را بزرگ کرده است. فروتنی این خداست. خدای ما خالق آسمان و زمین هست، نگهدارنده آسمان و زمین هست. در حینی که خالق آسمان و زمین هست، چنان فروتن هست که میاد در قلب من و شما هم ساکن میشه. از آن چیزی باست خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال. چون خداوند عیسی مسیح شاه جلال ما را فرا خوانده ما تا ما از او پیروی کنیم. امروز می‌خوایم در مورد همین از آن صحبت کنیم که خداوند عیسی مسیح شاه جلال می‌خواهد در قلب ما ساکن بشه. خداوند عیسی مسیح شاه جلال خالق زیبایی خودش می‌خواد در قلب ما ساکن بشه، اما ما را فرا خوانده که ما از او پیروی کنیم. پیروی کنیم. ما که وقتی می‌خوایم از خداوند عیسی مسیح شاه جلال پیروی کنیم، ما که می‌خوایم به زیبایی چشم بدوزیم، ما که می‌خوایم زیبایی ها را بنگریم، پس زشتی های هم هست عزیزان. زشتی های هم هست. خداوند عیسی مسیح شاه جلال میگه چطوری ما از زشتی ها اجتناب کنیم؟ در حالی که زشتی هاست در این دنیا ما ساکن هستیم، خداوند عیسی مسیح شاه جلال فرمود، گفت شما در جهان ساکن هستید اما از این جهان نیستید. شما در دنیا ساکن هستید اما از دنیا نیستید. در این دنیا درد هست، رنج هست، مریضی هست، تاریکی هست، بی‌آبی هست، زلزله هست، قتل هست، تروریست ها هست و کسانی را هم که کشته میشن هست. همه چی در اینجا هست عزیزان. پس ما از خودمون باید بپرسیم مگر خدای زیبا اینها را نیافریده؟ از آن بله، خدای زیبا ما را آفریده. خدای زیبا ما را تروریست نیافریده. خدای زیبا از آن ما را نیافریده تا خون بریزیم و این زمین از نزد خدا فریاد بزنه و این زمین بگه دیگر من خسته شدم از دست این خونهایی که به من میریزن. زمین به خودش بلرزه و کسانی را که در آن ساکن هست را ببلعه. عزیزان، خدا نمایسته مثل شاه جلال همه چیز را زیبا آفریده و برای اینکه ما این زیبایی را ببینیم باید به خداوند عیسی مسیح شاه جلال لبیک بگیم و دیدگان خداوند عیسی مسیح شاه جلال را بتربیم. دنیا را از دیدگان خداوند عیسی مسیح شاه جلال از آن باید ببینیم. ولی اگر ما خداوند عیسی مسیح شاه جلال را نبینیم، دیدگانمون را به صلیب خداوند عیسی مسیح شاه جلال ندوزیم، ما در یک دنیای بدون پنجره ساکن هستیم که پنجره نداره. از آن در نداره، پنجره نداره، در یک تاریکی مطلق ساکن هستیم. دنیای بدون پنجره رنج است، از آن زندان است. اما خداوند عیسی مسیح شاه جلال در این دنیای بدون پنجره من و شما آمد اینجا عزیزان، سقف این خانه را برداشت تا نور جلالش در قلب من و شما ساکن بشه تا من و شما زیبایی خداوند عیسی مسیح شاه جلال را ببینیم. اما خداوند عیسی مسیح شاه جلال فرمود که من اینک پشت در ایستادم، در را میکوبم، هر که در را باز کند و من میام داخل، من میام داخل، او با من هم سفره میشه و من با او هم سفره میشم. این در عزیزان دری فیزیکی خانه شما نیست. چون خداوند عیسی مسیح شاه جلال به در خانه شما اراده آزاد نداده. خداوند عیسی مسیح شاه جلال شما را آفریده و خداوند عیسی مسیح شاه جلال به انسان اراده آزاد داده از آن. و خداوند عیسی مسیح شاه جلال این اراده آزاد را که به من و شما داده و به من و شما این اجازه را داده که خداوند عیسی مسیح شاه جلال پشت در و ما در داخل در را این اجازه را داشته باشیم که در را خودمون بر روی خداوند عیسی مسیح شاه جلال باز کنیم. و این در قلب من و شماست. هر بار که قلب ضربان قلب شما من و شما میزنه، این خداوند عیسی مسیح شاه جلال است، میگه در را باز کن. شاید شما بگید مگه شما که الان در را باز کردید قلب شما باز استاده؟ یعنی قلب شما ایمانداران مسیحی دیگه نمیزنه؟ از اون قلب ما دیگه میزنه، اما این دفعه از اشتیاق میزنه.
عزیزان، از لذت میزنه. وقتی که ما به زیبایی خدا نمایسه مسیح میگیریم، این قلب از لذت از زیبایی خدا میزنه عزیزان. ولی خدا نمایسه مسیح شایدال پشت در قلب شما استاده است که تا شما را فرا بخونه که امروز از خدا نمایسه مسیح پیروی کنید و این پیروی یک بهاهای داره و اون بها چیه که در را باز کنید. برادر عزیزان، برادر فوت هست که در این باره با ما صحبت میکنه. خیلی خوش آمدید برادر، برنامه خوب خودتون. عیسی تنها راه نجات. ممنونم. منم شالوم میگم، شالوم پدر آسمانی، فیض عیسی مسیح ناصری، مشارکت، رفاقت، حضور و پوری روح القدس با شما فرزندان خداوند باشه و همه کسایی که دعوت شدن فرزند خدا باشن، فرزند نور باشن، فرزند صلح باشن، فرزند فیض باشن، فرزند عشق باشن. امروز قراره به نام عیسی مسیحی که جسم پوشید و خون داد برای ما تا کسی دیگر خون نریزد، تا ما شاگرد او باشیم، میخوایم مهمان خانه شما باشیم. و همونطوری که برادر داوید فرمودن، قرار این عیسی مسیح باشه که میخواد مهمان خانه شما باشه. شاید کسی باشی که بگی که شما چی میخواید بگید با کتابی که دستتون هستش. عزیزان، این کتاب اون کتابی هستش که میخواد نقشه های تمام کتاب های باطل و دروغینی رو که اومدن و در دنیا فکرها رو آشفته کردن، مخشوش کردن و پر کردن برای خونریزی، این کلام میخواد اون رو باطل بکنه. چون کلام خداوند میگه، انجیل یوحنا رسول میگه در رسالش، میگه زیرا پسر انسان جسم پوشید تا کارهای ابلیس را باطل سازد. کارهای ابلیس که قبل از اومدن عیسی مسیح روی زمین جاری بود و کارهای ابلیس که بعد از مرگ و قیام عیسی مسیح هم روی زمین میخزه تا کارهای شرارتوار خودش رو ببره جلو، کلام خدا جسم پوشید تا کارهای او رو باطل بکنه. امروز ما میخواییم به نام این کلام، کلامی رو ازش حرف بزنیم که سرزمین ایران و افغانستان و خاورمیانه بهش نیاز داره. چون تمام خونریزی هایی که در خاورمیانه هستش، جنگ ایدئولوژی هستش، جنگ بر سر اون چیزی که اعتقادات مردم هستش. یک اعتقاد و یک کتاب میگه که تو خون بریز تا به خداوند برسی، و یک کتابی که کتاب مقدسه میگه که کلام خداوند جسم پوشید، کفاره گناهان ما رو پرداخت کرد و قرار ما او رو شاگردی بکنیم و قرار در راه عشق او بمیریم، ولی کسی رو اجازه نداریم حتی دست روش بلند بکنیم. امروز به نام همین عیسی مسیح ناصری میخوایم از شاگردی کردن استاد اعظم حرف بزنیم. برادر داری در خدمتون است. شکر برای وجود شما. بعد ما انجیل لوقا باب 14 رو داریم بررسی میکنیم، رسیدیم به آیه 25 که میفرماید بهای پیروی از مسیح. بهای پیروی از مسیح، من برادر این رو من متوجه نمیشم خودم شخصا، مگر پیروی از خدا مگر بها داره؟ ساکن شدن در عشق مگر بها داره؟ بله، به همون اندازه‌ای که عشق بها پرداخت کرد برای پیدا کردن ما، ما هم بایستی بها بدیم برای نگه داشتن این عشق. او برای نجات ما، او برای پیدا کردن ما، او برای بخشیدن گناهان ما جسم پوشید و بهایی پرداخت کرد بس گران بها و گران و سخت روی صلیب که کفاره گناهان ما شد. پس برای ما هم بهایی داره که این عشق رو بپذیریم و در قلبمون نگه داریم. این بها اینجوریه که دست از شرارت برداریم، دست از کشتن برداریم، دست از دروغ و نیرنگ برداریم، دست از چاپلوسی برداریم، دست از قربون صدقه علکی و دروغین برداریم و در حقیقت نور خدا ساکن بشیم. این بها اینجوریه که ما قرار از قلمروی تاریکی به قلمروی نور منتقل بشیم، مثل بچه‌ای که در رحم و مادر دردی رو متحمل میشه تا این بچه به دنیا میاد، تا از اون ژرفای تاریک رحم بیرون بیاد و به نور دنیا وارد بشه. البته این تمثیلی هستشون، دنیا امروز در تاریکی غوطه ور شده و کلام خداونده که اومده داره شهر به شهر، کوچه به کوچه و خانه به خانه گم شده را جستجو میکند تا از دل تاریکی بیرون بیاره، تا به قلم روی نور منتقل بکنه. این اون بهایی هستش که بایستی دستمون رو بذاریم تو دست عیسی مسیح استاد اعظم به عنوان شاگرد، تا ما رو منتقل بکنه به قلم روی نور. پس برای
تبدیل شدن برای عبور کردن از این دروازه تنگ که عیسی مسیح میگه مانند سوراخ سر سوزن هستش، برای دردهایی که در این تبدیل، در این تغییر و در این عبور هستش قرار بها بدیم. آمین. پس برای ما بفرمایید وقتی که این بها رو ما باید بدیم، آیا خب شما فرمودین، شما اون جزء یا شما چیزی رو فرمودین که ما این کارا رو باید دست از این کارا برداریم، باید عبور کنیم. برای عبور برادر پس قطعا نقشه اینجا هست، چطوری صورت میگیره، ما عملی چطوری چی کارا رو باید انجام بدیم تا از خداوند موسی مسیح پیروی کنیم. برادر دارید انجیل لوقا باب 14 آیه 25 تا آیه 35، این 10 آیه چند تا تعلیم رو میده عیسی مسیح در مورد بهای پیروی از خودش، که اینجوری شروع میشه که میگه جمعیتی انبوه عیسی را همراهی میکرد، او رو به دیشان کرد و گفت. یک جمعیت زیادی در پی عیسی مسیح میان به هر دلیلی، شاید شفایی دریافت کردن، شاید برکتی دریافت کردن، شاید روح پلیدی داشتن که ازشون خارج شده، شاید شنیدن، شاید سفره‌هایی پهن شده، غذاهایی به مردمان داده شده به مناسبت قدم‌هایی که عیسی مسیح برد می‌داشته. خیلی‌ها گفتن که خب اونجا یه غذایی هست، ما هم بریم بخوریم و شراکت داشته باشیم. خیلی‌ها به هر دلیلی با انگیزه‌های متفاوت بردر داوید دنبال عیسی مسیح بودند و امروز شاید دنبال عیسی مسیح باشند. و عیسی مسیح برمیگرده بهشون میگه که هر که نزد من آید و از پدر و مادر، زن و فرزند، برادر و خواهر و حتی از جان خود نفرت ندارد شاگرد من نتوان بود، و هر که صلیب خود را بر دوش نکشد و از پی من نیاید شاگرد من نتوان بود. و بعدش عیسی مسیح دو تا مثال رو میزنه که اونا رو بررسی میکنیم بعدن، چون دو بعد دیگه از شاگرد سازی رو برای ما توضیح میده. ولی به طور خاص میخوایم در مورد این فعلی حرف بزنیم که لوقا ازش استفاده کرده و گفته که عیسی مسیح اینجوری حرف زده. ما میخوایم بگیم که واقعا منظور از این جملات چی بوده. آیا به واقع خداوند از ما میخواد که نفرت داشته باشیم از کسی؟ و چرا لوقا همچین کلماتی رو انتخاب کرده برای ابتدای این سخنان؟ میخوام در مورد این حرف بزنیم. آمین. آمین. واقعا میگه هر کی واقعا حتی میگه جان خود و هر کی صلیب خود رو به دوش نکشد و از پی من نیاید شاگردی من نتواند بود. پس پیروی از خدا در این دنیا برادر سخته، و اون سختی رو که سخت نه به این منظور که من برم مثلا یک کوهی رو بکنم، سخت به این منظور که من تعلق بسیار شدیدی به این دنیا، احساس تعلق بسیار شدیدی به این دنیا میکنم. من باید از اتفاقا من نمیرم کوه رو بکنم، من باید از دل این کوه، از که این دنیا باشه، از دل این صخره، از دل این من، از این بطلاق گناه باید بیام بیرون، من باید کنده بشم. و این کنده شدن من از این دنیا هست که درد داره. میشه اینطوری هم برادر درک کرد؟ بله دقیقاً، چون ما با عیسی خداوندی سر و کار داریم که کلماتی که از دهانش بیرون میاد جز فیض و راستی و حقیقت و محبت چیز دیگری نیستش. تا جایی که علمای دین و فریسیان میان میخوان به دام بندازن عیسی مسیح رو و نشون بدن به شاگرداش که این عیسی محبت نداره، پس چرا لوقا این کلمه رو به کار برده، این فعل رو به کار برده، در حالی که عیسی مسیحی رو ما باهاش مواجه هستیم که در موعظه بالای کو گفتش که شنیده اید که دوست خود را محبت کن و از دشمن خود بیزار باش، اما من به شما میگویم که دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار میرسانند دعای خیر بکنید، تا این گونه پدر آسمانی خود را فرزندان باشید. پس در واقع خدایی که داره میگه که از دشمنانت را هم محبت کن، پس مفهوم این فعل اینجا چی هستش؟ آیا این گونه گفته عیسی مسیح؟ چرا لوقا این فعل رو به کار برده؟ ما برای کامل شدن و درک این مطلب بایستی برگردیم و انجیل متی رو نگاه بکنیم که متی این گونه میگه در باب 10 آیه 27 ببخشید 37، عیسی مسیح میگه که هر که پدر یا مادر خود را بیش از من دوست بدارد شایسته من نباشد، و هر که پسر یا دختر خود را بیش از من دوست بدارد شایسته من نباشد، هر که صلیب خود را برنگیرد
و از پی من نیاید شایسته من نباشد. در واقع دوست داشتن خدا و شاگردی کردن خداوند این گونه کامل میشه که این محبت و این ترجیح دادن نگاه به خداوند و ملکوت در اول در نگاه در مقایسه با رابطه‌ای که من با اعضای خانواده‌ام دارم میتونه اینجوری تعبیر بشه که انگار من دارم تنفر میورزم به اعضای خانواده‌ام. کما اینکه من از اعضای خانواده‌ام شنیدم گفتن که تو از ما تنفر داری که خیلی کارهای زندگیت رو گذاشتی اونور و خداوند رو ترجیح میدی به ما. یعنی در نگاه اعضای خانواده این همچون تنفر می نماید، در حالی که تنفر نیست. در حالی که عیسی مسیح ناصری چرا میگه که اول محبت به خداوند؟ چون وقتی که من محبتم اول به خداونده، من اون رو شاگردی میکنم و کلام او رو به کار میگیرم در زندگیم با معیارها و استانداردها و دستورالعملهایی که خداوند به من میده یاد میگیرم که محبت حقیقی چیه و اون محبت رو من میتونم به اعضای خانوادم داشته باشم. پس اگر من محبت به خانوادم رو در اولویت به محبت خدا قرار بدم، من با معیارهای خودم دارم خانوادم رو محبت میکنم، در حالی که این معیارهای خودم میتونه از هر دشمنی دشمنی تر باشه و از تنفری تنفر تر. در حالی که وقتی که من این رو بذارم در وهله دوم و اول عشق خداوند رو در پیش باشم و خدا رو محبت بکنم و او رو شاگردی بکنم، اون محبتی که از خدا دریافت میکنم من میتونم به اعضای خانوادم بدم، گرچه براشون دردآور باشه، گرچه براشون سخت باشه شنیدن این که وقتی من بگم که توبه کنید که ملکوت خداوند نزدیکه، گرچه شاید به من بگن که بسیار حوصله سربر شدی فؤاد و حرف زدن از خداوند و نور و اینا خسته کننده است برای ما، ولی من میدونم که این محبتی که از خدا دریافت کردم این اون محبت حقیقی هستش که بایستی به اعضای خانوادم منتقل بکنم. آمین. مرسی برد. یعنی در واقع از اون محبت دنیوی، چون کلام خدا بازم میگه برادر، میگه که راهی هست که به نظر انسان نیکو می آید اما آخرش به مرگ منتهی می شود، به حقارت منتهی می شود. پس از آن چیزی که در این دنیا به نظر من نیکو به نظر می رسه که من پدر مادرم را در نگاه دنیا محبت کنم و این محبت من در این دنیا اگر باعث میشه که من پدر مادرم را از خدا دور بکنم، در واقع من از اون رابطه ای که بین من و پدر مادرم هست، از اون رابطه در چون اون رابطه در من یافت میشه، از اون رابطه در خودم باید متنفر باشم و اون را باید بگذارم کنار و صلیب خودم را بعدش بعد دارم میگه که صلیب خودتون رو، من دارم میگم درست در کردم یعنی بعدش صلیب خودم را بگیرم. من این محبتی را که دنیا برای من یاد داده که در واقع نفرت هست، من خودم را روی صلیب بگیرم مثل عیسی مسیح در مقابل اون محبت دنیوی که در واقع نفرت هست، خودم را با اون بر صلیب کنم، در مقابل اون بمیرم، با خدا عیسی مسیح قیام کنم که از طریق من اون محبت الهی که در خدا عیسی مسیح هست در زندگی برادر خواهرم پدر مادرم و در خودم یافت بشه. بله برادر، چون من اگر با معیارهای خودم اعضای خانوادم رو محبت بکنم، در اولین فرصتی که به من ضربه بزنن اونا رو میذارم کنار، مثل همه آدم های دیگه. شاید یکی بگه که نه من این کارو نمیکنم، باشه تو شاید بار دوم این کارو بکنی، شاید بار سوم این کارو بکنی، ولی وقتی من خدا رو در اولویت قرار میدم و با معیارهای خدا و با استانداردهای خدا بعدش میام اعضای خانوادم رو محبت میکنم، در بدترین حالت ممکن اعضای خانواده اصلا بشن دشمن تو. که اگر شدن دشمن تو هم باز تازه میرسیم به انجیل متی که خدا میگه که دشمن خودت رو هم محبت کن. پس وقتی من خدا رو در اولویت قرار میدم و او رو محبت میکنم از طریق گوش دادن و اطاعت کلام او، یک استاندارد دیگه‌ای به من میده که اون رو من بیارم در زندگیم پیاده بکنم. و مسئله بعد این ترتیبی هستش که میگه که هر که
اعضای خانوادش رو و بعدش میگه هر کی از جان خودش حتی نفرت نداشته باشه، که در واقع این رو هم شاید ما در چند باب قبلتر باز خود لوقا در موردش حرف زده که میگه که انسان را چه سود که تمامی دنیا را ببرد اما جان خیش را ببازد یا آن را تلف کند. دارم از لوقا باب 9 میخونم آیه 25 و 26، میگه زیرا هر که از سخنان من و از من آر داشته باشد، پسر انسان نیز آنگاه که در جلال خود و جلال پدر و فرشتگان مقدس آید، از او آر خواهد داشت. در واقع عیسی مسیح ناصری چند آیه قبلتر هم میگه که اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند، باید خود را انکار کرده هر روز صلیب خیش برگیرد و از پی من بیاید. پس چیزی که دوباره اینجا لوقا داره از تنفر نسبت به خود حرف میزنه، اینجا برای ما باز میشه از زبان خود لوقای عزیز که منظور انکار هستش. تنفر از خود منظور انکار از خود و در اولویت قرار دادن خداوند هستش. چون این ترتیب اینجوریه، میگه که اعضای خانوادت رو یا خودت رو نبایستی ترجیح بدی، چون این بایستی برعکس باشه. متاسفانه ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم برادر داوید که شخص میگه که اول خودت رو در اولویت و در مرکز تمام کارها و زندگیت قرار بده و بعدش مردم رو و بعدش شاید خدا رو، در حالی که این هرم برعکس میشه و عیسی مسیح میگه اول خدا رو در اولویت قرار بده و بعد همسایت رو مانند جان خود دوست بدار. نه به مفهوم این که تو خودت رو دوست نداشته باشی، مفهوم این، بلکه به این مفهوم که در چه ترتیبی تو اولویت بندی داری برای برنامه ریزی زندگیت و اندیشیدنت و چه در قلب داری، کدومش؟ آیا فقط میگی نه من؟ چون شخصی که بگه فقط من، شاید جان هیچ کس دیگه براش مهم نباشه و هیچ خدا ترسی نداشته باشه. و پس در واقع کلام خداوند میگه که اول خداوند، همسایه و خودت. آمین. برادر، این در واقع چون اینجا میگه صلیب خود را بر نگیرد و گرفته از پی من نیاید، شایسته من نخواهد بود. چون ما وقتی که پا میذاریم جای پای خداوند عیسی مسیح شاه جلال، چون خداوند عیسی مسیح شاه جلال صلیب را اینجا مثال زده، خود آیا خود خداوند عیسی مسیح، من یعنی سعود نصارا از خودش بپرسه، آیا خداوند عیسی مسیح شاه جلال صلیب داشت؟ بله. آیا خداوند عیسی مسیح شاه جلال خدا بود، نیاز به این داشت که بیاد پایین در زمین ساکن بشه؟ نه. آیا خداوند عیسی مسیح شاه جلال نیاز به این داشت که این من انسان خاکی برم به صورت او توف بندازم؟ نه. آیا این خداوند عیسی مسیح شاه جلال نیاز به این داشت که بره روی صلیب بر دستاش میخ بزنیم بر صلیب بر صلیب بشه یا نه؟ آیا خداوند عیسی مسیح شاه جلال نیاز به این داشت که فریسیان از تخت جلالش بیا پایین روی زمین ساکن بشه و فریسیان به او رو تحقیر بکنن، عیسی ناصری فرا بخوانن؟ نه. ولی خداوند عیسی مسیح شاه جلال تمام این کار رو، اینها رو کرد. چرا؟ میگه برای ما، برای ما. پس ما وقتی که من وقتی که جان خود رو این کار میکنم، یعنی در واقع من میرم پایین تا محبت خدا به دیگران برسه. وقتی که من صلیب خودم را میگیرم، نه برای اینه که من از اونا متنفر باشم، صلیب خودم را میگیرم، خودم را مصلوب میکنم تا اینه که محبت خدا به اون عزیزان برسه، تا بتونم در این مرگ خودم اونها را محبت کنم. ولی چون وقتی که شما فرمودین که اگر خانوادهش بیاد به مثلا خیانت کنه یا چیزی خیانت نا ببخشن چیزی بگه یا مثلا عملی بدی رو انجام بده، خانواده رو میتونه ترک کنه. شما بعد دوباره فرمودید که خب نه، کسی شاید بگه نه در بار اول، بار دوم ترک میکنه، بار سوم آخرش که ترک میکنه دیگه، بعد آخرش دیگه ترک میکنه لب کلام. ولی وقتی که برادر ما بر صلیب مصلوب شدیم، ما مرده هستیم در برابر بدی دنیا، آیا ما باز هم یک جسد باز هم میتونه ترک کنه؟ نه. خداوند عیسی مسیح شاه جلال همینو میگه، با خودت را انکار کن که شما در مقابل بدی دنیا یک جسدی بیش نباشی، اما در مقابل نیکویی خدا زنده و سالم و سر حال باشی که حیات خدا از شما بیاد به دیگران برسه. آمین. برادر داوید،
عیسی مسیح همزاد با خدا بود، فیلیپیان میگه، میگه او که همزاد با خدا بود از برابری خود با خدا به نفع خود بهره نجست، به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرده ذات غلام پذیرفت و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب، مطیع پدر گشت. و بدین سان خداوند نامی بالاتر از همه نامها به دو بخشید، تا به نام عیسی مسیح ناصری هر زانوی خم شود در آسمان، بر زمین و زیر زمین، و اقرار کند که او خداوند است برای جلال خدای پدر. عیسی مسیح ناصری خودش رو خالی کرد، نفع خودش رو نجست، نفع ما رو، فرزندان پدر رو، ذات غلام پذیرفت. اگر عیسی مسیح، اگر شاه شاهان برای گناهان ما لباس غلام پذیرفت، نه تنها لباس انسان بلکه لباس غلام پذیرفت، چقدر بیشتر ما که او رو شاگردی میکنیم بایستی لباس او رو به تن بکنیم. اون لباسی که او به تن ما کرده دو بر داره. یک برش لباس خدمت روی زمینه، یک برش لباس پادشاهیه و هم ارث بودن با خداونده و در ملکوت خداوند سهیم بودنه. کلام خداوند میگه که او با خون خود ما را شست، او ما را محبت کرد و از ما پادشاهی ساخت و از ما کاهنینی ساخت. پس در واقع ما دعوت شدیم که همچون او صلیب خودمون رو حمل بکنیم. این صلیب در واقع صلیب عیسی مسیحه. این یک بعد دیگه از بهای شاگردیه که من در شاگردی کردن مسیری برام تعیین شده که صلیب رو بایستی حمل بکنم، گرچه او روی صلیب برای گناهان من قربانی شد، ولی من قراره صلیب رو حمل بکنم. همونطوری که شمعون قیروانی صلیب رو تا پای کوه جلجتا حمل کرد، عیسی مسیح روش به صلیب کشیده شد. واقعا زیباست. وقت پس ما وقتی که خودمون را و این خواسته های انسانی را، این خواسته هایی را که در این دنیاست دنیوی را انکار میکنیم، خدا نمایی سمسی میریم پای صلیب، اما خدا نمایی سمسی به جای ما مصلوب میشه و ما حیات دریافت میکنیم. با حیات نزد پدر مادر برمیگردیم، با نور، با عشق نزد فرزندان برمیگردیم، با نور و عشق و محبت، با زیبایی نزد خانوادهمون برمیگردیم. پس ما رفت میریم که بیاریم حیات و زیبایی رو. برادر، آیه بعدی رو، آیه 28 رو میفرمودین. برادر داوید عزیز، در آیه 28 عیسی مسیح در مورد بهای پیروی مثالی میزنه، میگه کیست از شما که قصد بنای برجی داشته باشد و نخست ننشیند تا هزینه آن را برآورد کند و ببیند آیا توان تکمیل آن را دارد یا نه؟ زیرا اگر پی آن را بگذارد اما از تکمیل بنا در ماند، هر که بیند استهزا کرده گوید این شخص ساختن بنایی را آغاز کرده اما از تکمیل آن درمانده است. این مثال رو میزنه عیسی مسیح تا نشون بده که این مسیر شاگردی در مورد ساختن هستش. تو در شاگردی کردن برجی رو قراره بسازی، پی او قرار عیسی مسیح باشه و کلام خداوند باشه، ولی بهایی که قرار بابتش پرداخت کنی، عیسی مسیح میگه که آیا بهتری نیستش که اول، قبل از اینکه شروع بکنی، بشینی و ببینی که آیا از تکمیلش میتونی بر بیای یا نه. من چطور میتونم بشینم و قبل از شروع به ساختن این زندگی ایمانی هزینه هاشو برآورد کنم؟ با قدم زدن با کلام خداوند، با شنیدن کلام خداوند. و این مسئله و این مسئولیت بر دوش بسیاری از واعظین و بشارت دهندگان و دیگر شاگردان عیسی مسیح هم هست که به حقیقت بهای شاگردی کردن عیسی مسیح رو کنار نجات و برکت و شفایی که شخص و اشخاص دریافت میکنن موعظه بکنن و از اون بهایی که شخص در ایمانش به عیسی مسیح قرار متحمل بشه آگاه بکنن. نه اینکه ما فقط بگیم که تو بیا ایمان بیار به عیسی مسیح، فقط شفا و خنده است. آمین که روزی میاد که خداوند
هر اشکی رو از چشمان ما پاک میکنه و هر درد و رنجی رو برای همیشه از می میبره. ولی ایمان به عیسی مسیح شروع به شاگردی کردن سرچشمه ی حیات هستش و ساختن برجی که قرار با او انجام بدیم، ولی کار ساده ای نیست، ولی خداوند توی این مسیر به ما کمک میکنه. آمین آمین. پس اون هزینه این برج برادر میتونه اون قدم زدن ما با خداوند ما عیسی مسیح باشه، که یعنی آیا ما باید از خودمون بپرسیم که آیا من میتوانم قدم بردارم یا نه؟ چون خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال بالاترش میگه که اگر کسی صلیب خود را حمل کند، آیا من میتونم صلیب خودم را حمل کنم؟ چون وقتی میرم نزد خداوند عیسی مسیح، خداوند عیسی مسیح به من صلیب میدهد و این در حمل این صلیب مرا فرا خوانده که من برج را بسازم، و در این برج را که بسازم، در این برج قرار پدر مادر و فرزندانم ساکن بشه، آیا من توان این دارم یا نه؟ و بعد برادر جالبش اینجاست که خداوند عیسی مسیح شاه جلال میگه اگر خانه را خدا بنا نکند برنایان بیهوده زحمت میکشه. ما این حساب میکنیم، پس ما میگه خداوند عیسی مسیح من به تو ایمان دارم و زانوان لرزان من قوت بدی تا من این صلیبم را حمل کنم. آمین. پس در واقع برادر داوید تو تمام مسیر خداوند ما را آگاه میکنه از رنج هایی که قرار بکشیم به عنوان شاگرد، از سختی هایی که در پیش داریم، ولی همزمان ما رو داره آگاه میکنه که او هستش که به ما کمک میکنه که از دریاچه آتش عبور بکنیم، از طوفان ها عبور بکنیم، از سختی ها عبور بکنیم، و او پیشاپیش ماست و او با ما حرکت میکنه و او در ساختن به ما کمک میکنه. پس در واقع او ما رو آگاه میکنه و کنارش هم به ما میگه که خود او کنار ما هستش، همونطوری که در شب شام آخر در انجیل یوحنا ما میخونیم که عیسی مسیح به شاگردانش میگه که در دنیا برای شما رنج قرار بسیار باشه، اما دل قوی دارید زیرا من غلبه کردم بر دنیا. و قرار روح خدا بیاد، روح پدر به نام من فرستاده بشه، در درون شما ساکن بشه که به شما تسلی بده، به شما قوت بده، کلام من رو به یاد شما بیاره، شما رو در راهی که بایستی برید هدایت بکنه. پس در واقع عیسی مسیح پیشاپیش میگه که رنج هست ولی من باهاتون هستم، روح قدوس پدر با شماست و شما فرزندان پدر آسمانی هستید، و به زندگی من نگاه کنید، از دروازه مرگ عبور میکنم، برخواهم خواست. و عیسی مسیح برخواست، و وقتی که برخواست دوباره خودش رو بر شاگردان آشکار کرد تا نشون بده که دشمن اصلی رو، ابلیس رو و قدرتش رو، گناه و دنیای مرگ رو زیر پاهاش، قدرتش رو باطل کرد. او چیره شد بر مرگ، بر ابلیس و بر تیرهای ابلیس، تا ما با ایمان به عیسی مسیح، به قدرت نام او، به قدرت خون او و به قدرت روح پاک خداوند که به نام عیسی مسیح دریافتش میکنیم، بتونیم ما هم عبور بکنیم. همونطوری که مزمور نویس میگه حتی اگر از وادی مرگ بگذرم، از تاریک ترین وادی بگذرم، نخواهم ترسید زیرا عصا و چوب دستی تو قوت جان من است. آمین. راستی زیبا زد. من هم اتفاقا در مورد همین آیه داشتم میاندیشیدم، خداوند روح القدس همون آیه رو به من داشت صحبت میکردین در فیرومن صحبت های شما، اون به من زیباست. برای همین برادر شاگردی این خدا زیباست، اون به ما قوت میده. شما صحبت کردین، از صحبت های شما داشتم میشنم، خداوند موسی مسیح از کلامش به من قوت داد، یعنی حتی از تاریکترین وادی مرگم بگذرید، شما فقط عبور میکنید، من با شما هستم، نترسید. مرسی برادر. بعد موضوع بعدی رو خداوند موسی مسیح اینجا بیان میکنه جالبه، بفرمایید. اگر یه مثال دیگه میاره عیسی مسیح و میگه که کدام پادشاه هست که راهی جنگ با پادشاهی دیگر شود، بی آنکه نخست بنشیند و بی اندیشد که آیا با 10,000 سرباز میتواند به رویارویی کسی رود که با 20,000 سرباز به جنگ او میآید؟ و اگر بیند که او را توان رویارویی نیست، آنگاه تا سپاه دشمن دور است سخنگوی خواهد فرستاد تا جویای شرایط صلح شود. اینجا عیسی مسیح داره یک بعد دیگه از شاگرد سازی رو توضیح میده، جز محبت به خدا در اولویت و بعدش
همسایه و جان خود و مسیر صلیب و اینی که ساختنی ما در راه داریم در تمام این مسیر شاگردی کردن. اینجا بعد دیگه ای که عیسی مسیح بررسی میکنه اینه که شاگردی کردن عیسی مسیح روی زمین به مثابه یک جنگ هستش. یک جنگ روحانی در پیش داره شخص. پس در واقع مثالی رو از جنگ و از زمین جنگ عیسی مسیح میاره. و در واقع اون دشمن ابلیس هستش که با 20 هزار سرباز داره به سمت ما میاد. و پس من در واقع به عنوان یک شاگرد بایستی امروز ضعف‌ها و ناتوانی‌های خودم رو محاسبه بکنم و پیش از اینکه دشمن بیاد من رو قلقم بکنه به حضور خدا ببرم و از خداوند بخوام که لشکر فرشتگانش در این جنگ من رو کمک بکنه. پس به عنوان یک شاگرد تا روزی که بر این کره خاکی هستیم چه زندگی بکنیم، چه کار بکنیم، چه خدمت بکنیم، خداوند رو یک جنگ روحانی در پیش داریم که دشمن خدا و خلقت و انسان یعنی ابلیس با لشکر ارواح پلیدش حمله میکنه. پس بهتره به عنوان یک شاگرد من بدونم که شاگردی کردن ساده نیست، جنگ با ارواح پلیده، جنگ با خود ابلیس هستش و در این جنگ من به قوت خداوند، لشکر فرشتگان خداوند و روح خداوند نیاز دارم. پس همه اینها رو من پایستی پیشاپیش بدونم. گاهی اوقات هستش من آماده نیستم، شریر ضربه‌ای میزنه به من، اونجا نبایستی زانوی غم بغل بکنم بگم که خدای پس تو کجایی، مگه من شاگرد تو نیستم، پس چرا ضربه خوردم اینور، پس چرا ضربه خوردم اونور. خداوند به ما ضربه نمیزنه، خداوند میخواد به ما قوت بده ولی میخواد ما رو هوشیار بکنه، همونطوری که در دعای ربانی ما رو هوشیار میکنه که ای خداوند ما رو از وسوسه شریر محافظت فرما، ما رو در آزمایش میاور بلکه از شریر رهایی ده زیرا پادشاهی قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. پس در این جنگ روحانی شریر حمله میکنه، سوراخ خالی گیر میاره، اون جاهایی که ما هوشیار نیستیم، اون جاهایی که خداوند میگه که بیدار و هوشیار باشید و دعا کنید تا نیفتید، تمام جاهایی که شاید شل گرفتیم حواسمون نبوده ابلیس حمله کرده، به جای اینکه زانوی غم بغل بگیریم پیشاپیش آماده باشیم که در این زندگی شاگردی کردن جنگ با ارواح پلید هستش، ضربه هم میخوریم ولی قرار پیروزی از آن فرزندان خداوند باشه. و این رو خداوند در کلامش در مکاشفه کامل میکنه، جایی که در باب 12 مکاشفه میگه که آنان با خون بره و با کلام شهادت خود بر ابلیس پیروز شده اند زیرا که جان خود را عزیز نشمردند حتی تا به مرگ. این آیه تقریبا کامل کننده اون چیزی بودش که در لوقا بررسی کردیم. جان خود را عزیز نشمردند و شهادت کلام خدا را نگه داشتند و با خون بره پیروز شدن بر ابلیسی که میخواد ما رو بزنه. بعدش برادر خداوند مسیح شاه جلال مثال نمک رو میزنه، فکر کنم میگه نمک نیکویه اما اگر نیکوی خودش رو از دست بدهد به چی درد میخورد. در مورد این هم صحبت کنید، چون در پی همین هست. من چی رو میگم در پی همین هست، چون که برادر اینجا میگه جان خودتون رو انکار کنید، صلیب خودتون رو برگیرید. پس این انکار کردن، ما انکار میکنیم تا بتونیم چیزی رو بنا کنیم و اون بنا کردن اینه که تا اون برج رو بنا کنیم تا در مقابل دشمن از عزیزانمون مواظبت کنیم. پس ما باید در خط مقدم باشیم، ما خودمون رو این کار میکنیم تا بریم برج بسازیم در برابر دشمن زیر پرچم خداوند عیسی مسیح و برج رو بسازیم تا از عزیزانمون در مقابل لشکر شریر مواظبت کنیم. پس این کار کردن نیکو هست. بعدش اینجا میگه نمک نیکو هست. پس ما شروع رو نیکو شروع کردیم، آخرش چی برادر؟ برادر داوید کلام خداوند میگه که همه چی با آتش نمکین میشود. بعد در تورات گفته که قربانی های تو بدون نمک نباشد. و عیسی مسیح گفتش که شما نور و نمک جهان هستید. پس در واقع در وهله اول من بایستی بدونم برای اون نمکین شدن تعمید آتش در پیش دارم به عنوان شاگرد عیسی مسیح. این آتش نه برای هلاک کردن من به عنوان شاگرد، بلکه برای سوزوندن هر آن چیزی که
به درد نمیخوره. برای از بین بردن هر ناپاکی و ناخالصی، اون درد و رنجی که همچون آتش هستش گاهی اوقات شاگردان تجربه میکنن، چون ازشون میکنه اون چیزهای دنیوی رو خداوند، تا به راستی شاگرد خداوند باشن، تا به شباهت اون نمک در بیان. و حال که قرار به شباهت نمک در بیان، این نمک خاصیت زنده نگه داشتن داره و نگهداری کردن. پس دو تا تعلیم در این هست برادر داوید. یکی این که نمک شدن، تبدیل به نمک شدن، اون چیزهایی که تقدیم میکنیم به خداوند با نمک باشه. و دو این که ما خودمون قرار نمک باشیم برای دنیا و برای عزیزانمون. پس در واقع همه اینها میرسه به جایی که ابزاری باشیم در دست سرآشپز اعظم، نمکدانی باشیم در دست او، چون مقداری نمک سفره بسیار بزرگی رو میتونه نمکین و خوشمزه بکنه. پس در واقع این سفره‌ای که خداوند پهن کرده تا کران و کوران و لنگان و یتیمان و فقیران و بیوه زنان و غریبان بیان بر سر اون سفره بشینن، خداوند قرار داده که شاگردانش همچون نمکی باشن به اون غذا و کلامی که به اینها داده میشه. پس بایستی بدونیم که ما دعوت شدیم که به عنوان شاگرد نمک باشیم، و نمک شدن بها داره، هم تبدیل به نمک شدن بها داره، هم استفاده شدن همچون نمک بها داره. آمین. پس برادر، یعنی ما این فهمیدیم که بهای پیروی از خداوند عیسی مسیح ما باید بها بدیم، بهای شاگردی از خداوند عیسی مسیح ما باید بها بدیم، و این بهای برای بنای برجیه، و این برج رو بنا میکنیم تا در مقابل شریر و ارواح پلید از کشته شدن عزیزانمون جلوگیری بشه. و ما خواندشتیم به این بعدش همچنان که شما فرمودید، بعد دیگه نمک که زیبا هست، خداوند عیسی مسیح شاه جلال ما رو فراخوانده که ما نمک باشیم. نه، خداوند عیسی مسیح یه نمک باشه تا تشنگی ایجاد کنید برای حضور پدر آسمانی. درسته برادر؟ آمین. تو یکی از خاصیت های نمک اینه که تشنگی ایجاد میکنه و نگهداری میکنه. چرا نمیگه شکر باشید؟ شکر شیرین برادر، ولی هزار تا مرض و بدبختی با خودش میاره، در حالی که خداوند ما رو دعوت کرده که نمک باشیم. آمین. مرسی برادر. از آن این است، خداوند عیسی مسیح شاه جلال خالق آسمان و زمین ما را فرا خوانده که ما از او پیروی کنیم. خداوند عیسی مسیح شاه جلال میخواد از ما استفاده کنه تا برج بنا بشه، تا در این برج عزیزان ما ساکن بشه و ما خودمون هم ساکن بشیم. ولی این زندگی ما هست. ما خواندیم که زندگی گذشته رو رد کنیم، بیاین در خداوند عیسی مسیح شاه جلال زندگی کنیم، و در خداوند عیسی مسیح شاه جلال چنان زندگی بکنیم که این زندگی، این محبت آمیز ما که در نور خداوند عیسی مسیح شاه جلال هست، برای دیگران تشنگی ایجاد کنه. بگه من هم تشنه این زندگی هستم، من هم تشنه این نجات هستم، این آب از کجاست؟ من میخوام بنوشم. خداوند عیسی مسیح شاه جلال گفت بیاید نزد من که من به شما آب حیات، آب زنده خواهم داد. بیاید نزد خداوند عیسی مسیح شاه جلال تا شما هم تبدیل به نمک بشید و مردم را تشنگی ایجاد کنید برشون، تشنگی در حضور خدا. خداوند عیسی مسیح شاه جلال با شما باشه. خدا نگهدار.